موری و نوت، یعنی نوتاشون نوت کاملی نیست، فقط یه نوت مختصر دیگریه ولی خارج از اون چیزی که داره در پرزنتیشن اتفاق میفته. این باعث میشه که یکی از چیزهایی که شما توی اون پرکتیس، اون تمرینایی که گفتم برید بکنید و ضبط کنید ببینید، یکی از اون تیکایی که ما اگر میگفتیم این بود که هی بگیم این با توجه به یه سری کلمات اضافه تری رو به کار میبری که هی میخوای خودتو بنزید توی لاین صحبت یا اینکه داری جا میمونی از صحبت. این نوت ها خیلی بهت کمک میکنه که از این نمیدونم هی کلمات اضافه به کار بردن دوری کنی، اونو دوباره تو اون ضبط کردن ها دستت میاد که چقدر داری اینا رو به کار میبری و بتونی با اکسپاند کردن و اضافه کردن نوتات جلوی این داستان رو تا جایی که میشه بگیری. یه مدل هم هست که اصلا کلن افرادی که میان مثل سخنرانیه، یعنی کل متن رو آماده کردن، نوشتن و طبق اون متن دارن میرن جلو، خارج از اون چیزی که داره، یعنی اون اسلاید شو سرجاش داره اتفاق میفته میره جلو، اما اینا هم خودشون رو با یه متن 100% آماده ای که از A تا Z حرفایی که میخوام بزنن رو عیناً نوشتن و دارن میرن جلو، یعنی نوت نیست، یک متن کامله که اینو یعنی سه مدل مختلف داره. مدل چهارمش همون سومی بود که گفتم که شما میکسی از اینها رو میتونید داشته باشی، یعنی قسمت اول که یه چیز تو ذهنت باشه و نوت داشته باشی، اون دوتا رو میتونی با همدیگه استفاده کنید در پرزنت کردن. پس پرزنت کردن بدون اینکه همیشه بدونید که پرزنت کردن بر اساس اون اسلاید شوهایی که درست کردین هست، اون به معنی ابزار هست ولی اون فقط یه ابزاره و اون همه چیز نیست، یعنی شما هستین و شما اون رو برای شما یه ابزاری که داری استفاده میکنی در جهت کاری که داری انجام میدی. چه یکی از این روش ها رو باش پیاده میکنی، این روش ها رو دوباره میکس میکنی با کاراکتر خودت، چه تو چه تیپی هستی، حفظی بگی برات خوبه، نوت رو داشته باشی خوبه، میکسی از نوت و مموری استفاده کنی، حافظت استفاده کنی خوبه، یا اینکه نه کلا از روش بخوای بخونی. شاید یه آدم خیلی اینا که دیدی خیلی اینجوریان اعصاب مصاب ندارن فلان اینا، این پرزنتر خوبی نیست، ولی ممکنه یه مدیری باشه که به هر دلیلی الان میخواد اینجا استفاده شه، بعد میاد یه دونه چیز رو آماده می‌کنه، نوت نه یه متن آماده ای رو استفاده می‌کنه، کل چیزی که داره میگه رو از قبل آماده کرده و طبق اون میره جلو. قبل از اینکه برم تو اون یکی سابجکت ببینم چی اینجا جا انداختم، توی پرکتیس کردن و تمرین کردن یه چیزی گفتم گذشتم ازش، اونم که گفتم که خودتون رو ریکورد میکنید و تستی که از خودتون میگیرید و هی تو تمرین خودتون هی ریکورد میکنید، دوباره میبینید که یکی جلوی اون تیکاتون رو بگیرید، اما یکی هم تایم منیجمنت دستتون بیاد که آیا دارید این پریزنتیشن شما رو واقعا روی تایم پلن درستی میره جلوی، نه چون تایم لاین نیاز دارید که شما هر بخشی از حرفتون رو بدونید در چه زمان بندی باید آماده کنید تموم کنید. مثلا فرض کنید که اونم به سوالی که پرزنتیشن نیست مستقیم، ولی وقتی ما با هم دیگه اینجا هستیم، من اصولا تنظیم کردم که بتونم کل ماجرایی که اینجا دارم رو سعی میکنم اصولا در 3 ساعت بعد تمومش بکنم، دارم تلاش ها میکنم که در 3 ساعت تموم شه. حالا اگه من این نتونم خودم رو با این تنظیم بکنم، اتفاقی که خواهد افتاد این است که یا مجبور شم یه جایشو تونتون بگم یا اینکه اصلا کلا نگم. حالا یه همچین چیزی رو شما تصور کن که قرار باشه در پرزنتیشنی باشه که داره قرار باشه برای شما به یه فروش خط بشه و به این چقدر شما متضرر میشی توی همچین قصه ای که در اصل اینقدر مهم بوده و باید انجام میدادی و نکردی. یکی از چیزهای دیگه ای که داری تمرین میکنی توی تمرینات غیر از تایم، اینکه کجاها صبر کنی، پاز کنی، کجاها یه مکس کنی بری تو مرحله بعدی. این مکس هات رو ببینی کجاش انجام بدی قشنگ تره. رو این قضیه مکس یه دونه کار میکنی، رو قضیه مکس در چند زمین قسمت مختلفش کار میکنی ببینی کجا مکس کنی
جذابتره و میتونی مکست رو حتی برای خودت نوت تو نوتت بذاری، یعنی بدونی کجای کجاها میخوای اون مکسا رو بذاری. ببین این مثل قضیه اجرای تئاتر مونه که تمام میزانسن رو تعیین کردن از کجا داره راه میره، کجا میره، کجا نمیره و حتی در کجا باید ساب کنه، کجا استاپ کنه، لحنش کجا بره بالا، کجا بیاد پایین. این قسمت بعدیشه، یعنی اینکه کجا سرعت گفتاریتو میاری پایین، کجا بعد لحنتو صداتو ببری بالا که یه دفعه مورد توجه قرار بگیره اون بحثی که داری میکنی، اینا رو تو اون نوت میتونی برای خودت کلید بذاری که مثلا وقتی یه دونه فلش رو بالا میذاری در یه گوشه از متن، یعنی اینجا رو من صدامو ببرم بالا. یا اینکه مثلا فرض کن در کنار فلش مثلا یه دونه چیز میذاری، مثلا یه علامت مثبت میذاری، مثبت به این معناست که مثلا وقتی نشستی اینجا مثبت، یعنی که من تو این قسمت این سرعت گفتاریمو مثلا ببرم بالا، یا حرکتمو که دارم حرکت میکنم ببرم بالا، یا یه دونه علامت نقطه یه دونه دایره دورش میذاری، یعنی اینجا مثلا پاوز کنم، استاپ کنم. این اینو در کلیدهای تو نوتی که داری در پرزنت با پرزنتیشنت مچ میکنی که مثلا در صفحه چند در کجا، این میشه راهنمای اجرایی تو در موقعی که داری تمرین میکنی که در چه بخشی از صحبت چه کاری رو انجام بدی. چون بعضی وقتا آدم از اون ور قش میکنه، یعنی گفتیم که مثلا تون نرین، گفتیم واضح بگین، فلان، همه اینا رو گفتیم، بعد در عمل میایم اینقدر یواش حرف میزنیم و اینا، اصلا کلا همه دیگه تبدیل میشه به مونوتونه، همین که بعد آدما دیگه این حس میکنن تو خودت انرژی نداری برای چیزی که داری میگی، چه برسه به اینکه حالا میخوای کارت انجام بدی. واضح گویی دو بخشه، یکیش این که شما در نوشتارت چقدر همه چیزو واضح و در دیزاینت و لی آوتت و حرفایی که گفتی، اگه گفتیم همه اینا باید واضح باشه، یعنی وقتی گفتیم فونت های واضح به کار ببرید، وقتی گفتیم زیاد خیلی از فونت 24 و 30 و فلان اینا 24 تا 30 استفاده کنید که خیلی خوب دیده بشه، گفتیم مختصر بنویسین ولی که کامل قابل فهم باشه، همه اینا رو که گفتیم، گفتیم در گفتارتون هم کلمات رو، جملات رو خیلی واضح استفاده کنید. تو اون تمرینانتون زمانی که دارید ریکورد میکنید نگاه میکنید ببینید که چقدر دارید واضح حرف میزنید، چقدر دارین روش حرف زدنتون قابل شنیدن و فهمیدن توسط مخاطب. به خودتون به تنهایی اعتماد نکنید و مطمئن بشین که داره این اتفاق درست میفته، چون بعضیا زیر لبی حرف میزنن، زیر خب، بعد این خوردن کلمات باعث میشه که یکی اینکه از پرزنتیشن شما طرف ممکنه خوشش نیاد، یکی اینکه ممکنه اصلا یه جای کلیدی از حرفایی که شما دارید درباره کارت میزنید اصلا کلاً شنیده نشه. پس تو تمرینت یکی از چیزی که داری میبینی رو مثل این میمونه که میام اگه اینو مقایسه کنید با تئاتر، با سینما هم نه، با تئاتر که مقایسه بکنید میبینید خیلی از این اتفاقات رو دارن تئاتری ها انجام میدن، که یکی همین واضح گویی کلمات، یکیش همون جایی است که باید صدا رو بالا پایین بکنن، همه اینا که داریم میگیم اونا هم دارن. پرزنتیشن شما داری رسما پرزنت میکنی، تئاتری هم که داره میرون بالا داره خودشو پرزنت میکنه چیزایی که میگه. این حرکت کردنتون زمانی که دارید پرزنت میکنید خودتون رو، حرکت کردنتون رو در فضا تمرین کنید، اون میزانسن بهش میگن، اون جاها و نقاطی که میخواییم برین. حالا اگر قبلا میدونید که اونجا جاش کجاست که خب چه بهتر، اگر نمیدونید جاتون کجاست و هیچ ذهنیتی ندارید از اون، یه سری سناریوهای مختلفی رو مد نظرتون داشته باشین که توی سه نقطه اون جایی که میخواییم پرزنت کنید توش یه حرکتی داشته باشین. این نباشه که فقط چیز باشه، فقط توی یه نقطه ایستایی داشته باشین و یا اون بشه اون نقطه‌ای که شما تا انتها میخواییم با همه ادامه بدین، اون نقاط حرکتیتون رو تغییر بدین توش. گرچه اون نقاط حرکتی که دارید تغییر میدین، نقاط حرکتی معنیش این نیستش که
شما باید تو نوتتون پیاده کرده باشین که کی این کارو بکنید، نه اینکه یه دفعه در زمانی که داری کلیدی ترین حرفتو میزنی مثلا یه دفعه راه بیفتی از سمت چپ بری راست چون گفتی آقا من باید حتما حرکت کنم. نه، داری نقطه به اون حرف رو اون کلیدی رو میزنی، نگاه کن تو مخاطب و مخاطب بگو که من میخوام اینجوری این چیزا رو انجام بدم، این کارو میخوام، این نقاط هایلایت تو راه نیفت حرکت کن، چون اینکه با هم جور در نمیاد. اون حرکت تو بذار در زمانی که میخوای ماکس کنی مثلا، یا اینکه با یه هدفی حرکت میکنی که مثلا میخوای بگی مثلا بخشی از پرزنتیشن این است که ما در این سرویسی که عرضه میکنیم شما رو از این لول میبریم به لول بعدی، تو این مسیری که داری حرف میزنی مثلا برو توی نقطه دیگه از اونجا قرار بگیر، با هدف حرکت تو انجام بده، ولی در یه چیز کلی تو ذهنتون باشه که سه نقطه رو در نظر بگیریم تو این سه نقطه هی حرکت کنه. رایان میگه موقعی هم هست که مخاطبان دارن خوابشون میبره، اونجا باید صدا رو قوی تر کرد، این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه مستر محمد میگه چی؟ دقیقاً یک نمک صحبت کردن و نت یکسان باعث میشه بعضی از مخاطبان خوابشون ببره. خب این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه شما تو تمرینات گفتیم چی رو تمرین میکنید؟ اینکه یه تک یه شکل حرف نزنید، مونوتون نباشه، بالا پایینش رو رعایت کردین، تو نوتاتون رعایت کردین که آقا کی برید بالا کی برید پایین. پس برای اتفاقی که اون اگر این مسیر رو رعایت کرده باشی دلیل نداره که اونا بخواب کسی بخواد خوابش ببره. اگر اینا رعایت نکردی و میخوای جبران کنی، این میشه همون مسئله که تو پرانتز به شما گفتم که یه سری اشتباهاتو کردی از دست در رفته فلان اینا، به فکر دنبالش باش، نه به فکر اینکه برگردی عقب. محتوا جذاب نباشه خوابوره، خب بله، اون نشون دهنده این است که داری یه چیز اشتباهی رو در یه مکان اشتباهی داری پرزنت میکنی، مگر نه اگه اون محتوایی که داری برای آدم ها پرزنت میکنی جذاب نیست، پس چی داری اصلا پرزنتش میکنی؟ اونو اونجا پرزنت نکن، مگر اینکه اون روش پرزنتیشن اشتباه باشه برای اون افراد و یه سری چیزای تکراری که نیاز اونها نیست داری گفته میشه بعد خستهشون میکنه و دنبال نمیکنن. زمانی که داری شما تمرین میکنی از اون قانون معروف ریکورد کردن الان که عالی، اصلا شک نکنید، بد نیست که یه چند بار خودتون رو در آینه نگاه بکنید و خارج از اون ریکوردینگ زمانی که دارید انجام میدین توی جلوی آینه نگاهی به خودتون بندازید و ببینید که چه تیپی نگاه میکنید و چه تیپی داره اون تو صورتتون بیشتر چی داره میگذره و اصلا از شونه به بالا، از اینجا به بالا بیشتر روش دقت بکنید ببینید که چی داره رو تو میگذره، از شونه و بالا رو روش بیشتر تو آینه دقت بکنید ببینید چی میگذره. حالا تو پیمان قربانه تلامت بشید، خوش آمد. ما تو رایان میگه ما تو اخباری بخش داریم به نام شب بخیر کوچولو، اینه که تو سمینارهای دولتی میخوابن رو نشون میدن. خب اون قواله اینکه واقعا یه دقیقا همونه، هم در رانک پلیس رانک پرزنتیشنه، چون اومده اون برسته وظیفه فقط اونجا شرکت کردن که بعد بگن آقا اونجا هستن و اسم اونا هم بیشتر سمینار تا سمینار باشه، رفتن که نهاره رو بزنن و حقوقه رو بگیرن دیگه، اینه که موظمون اونه دیگه. قبل از اینکه شروع کنید به اون اجرایی که نقشه‌شو کشیدین برای اون برنامه رو که میخواین اجرا بکنین، همیشه یه مرتب منظم استراحت کرده باشین، یعنی این نباشه که به خاطر اینکه مشقاتون شب امتحانی نوشته باشین و نمیدونم دیر تا دیر وقت بیدار موندین و از این داستانا، این باعث نشه که شما استراحت درست حسابی نداشتین و چهره‌هایی دارین که خوابالو و آماده نباشه برای اون چیزی که دارین می‌خواین عرضه کنین. در کنار این داستان به اندازه کافی مرتب منظم غذاتون رو خورده باشین. این که میگن غذای سبک و سنگین رو من زیاد فرق رو توی این نمیبینم، بحث غذای سبک و سنگین نیست، مرتب منظم خورده باشین، غذاتون رو مرتب منظم خورده باشین که نه فکرتون نه اون سلولاتون همه چیز به هیچ چیز دیگه نمیخواد فکر کنه جز این که نه به استراحت داره فکر میکنه نه به این فکر میکنه که به گوشنگیش داره فکر میکنه، همه چیز مرتبه، همه چیز در جای خودشه و داره آماده میشه برای اینکه بره الان وظیفه دیگری رو فوکس کنه رو وظیفه‌ای که داره انجام میده، نه اینکه فکرش هی بازی کنه که الان یا گوشتن میشه یا هر چی. لباسی که میپوشید لباس مرتبی باشه، پروفشنال باشه، به اون فضایی که دارید میرید، مخاطب هایی که دارید میرید مچ باشه، بخونه
و در این حال راحت هم باشی، یعنی یه چیز لباسی باشی که باهاش راحت باشین، نه اینکه یه لباس خیلی چیز باشه. همین کی بود من یه میتینگ یه چند وقت یه میتینگ داشتم، این پیرنه رو نمیم چرا به هر دلیل پیرنه رو نپوشیدم، به هر چرا به هر حال پیرنه رو پوشیدم، بعد نگاه میکنم او اینقدر این پایینش تنگه، حالا من تو مسیر مثلا میتینگ، حالا من اصولا زیاد این چیزها رو رعایت نمیکنم، حالا تصور کنم بعد حواسم به این باشه که این دوشمه ها کنده نشه، شکمه نزنه جلو، یا اینکه ای اینجوری همین که الان حمید دارم یه استخون قورت داده نشون ندی، یعنی من مجبور میشدم من اینجوری باشم که مثلا کلت من زیاد رعایت نمی کنم، حالا این چیزا رو همجوری دوشمه ها داشت پاره میشد دیگه، ولی جدی نمیگردم، ولی خب تصور کنید باید همه شی هم نگاهت به این باشه، یعنی که استخون قورت داده بخوای بشینی خیلی راحت باشی، بتونه خیلی ریلکس باشی، چه در زمانی که قبل از اینکه میخوای پرزنتیشنت رو شروع بکنی، چه در زمانی که نوبتت میشه و چه در زمانی که برمیگردی، چون قبل از اینکه پرزنتیشنت شروع بشه و بعد از پرزنتیشنت به شدت زیر نگاه های آدم هایی هستی که خودت نمیدونی، اگر اون روز پرزنتیشن اون جلسه فقط در مورد تویی که دیگه بیشتر اگر فقط هم در مورد تو نباشه، یا آدم ها از آدم هایی که مخاطب تو بودن دارن تو رو نگاه میکنن و قبلا نگاهت کردن و قبل از اینکه بری برای پرزنتیشن در مورد یه عالمه تصمیم ها میگیرن و بعضی هم که داری برمیگردی دارن فکر میکنن در مورد تو، بنابراین باید خیلی خودتو مرتب منظم راحت لباس پوشیده باشی و در این حال به فضا جور در بیاد، پروفشنال به فضا جور در بیاد. قبلا من در مورد ایونت هم همین به شما گفتم، ممکنه شما توی ایونت واقعا بری تیشرت هایی بپوشی که لباسات روش آرم لباسات باشه، نمیدونم کلات اون رو پوشیده باشی، به اون مخاطب به اون فضا و مدل اون پرزنتیشن باید اون پوشش تو مچ بشه. اگر لازمه که تو در یه تم لباس باید به ایونت بخوره به قول رایان، یعنی شما اگر که واقعا